اینجا در نزدیکی اربیل هستیم، در نقطه‌ای که یک عده از جوانان کردستان عراق با کمک بهمن قبادی کارگردان ایرانی دارن اولین فیلم کوتاه خودشون رو با هم میسازن. البته اینا بازیگران قدیمی بهمن قبادی هستن و اولین باری که با هم یک جا دارن کار میکنن که فیلم بسازن. حالا که کل کد داده چیشته براته دو بیشکنه دانی لکد یا و چیت داده دوازده تو. این جوانان کردستان عراق با حداقل امکانات هست که فیلمی در دست تهیه دارند. این بچه ها 4-5 نفرند. بعضی وقتا من الان یه باری دانشگاه رفتم، دانشگاه سینمایی دارم، ولی مشکل مدرس دارم متاسفانه. الان تلاشی که ما داریم میکنیم که بشه نیرو از به خصوص از ایران بیاریم. بهمن قبادی که همه آنان را به یکدیگر معرفی کرده، با آنان کمک میکند تا اولین فیلم مشترک خود را بسازند. داستان یک روستایی که مدرسه خیلی قدیمی و یه جوری میشه گفت فرسوده‌ای دارم، ولی معلم نمیاد توی روستا. این بچه هر روز منتظر معلمن و معلم نمیاد و اینا از بیکاری شروع کنن به مثلا دفتراشون رو تیکه تیکه میکنن، موشک کاغذی درست میکنن، یکی میره رو برگای درختای بالای مدرسه رو میکنه خوش شده، پایینی کاغذایی که باید روش بنویسه تیکه تیکه میکنه، برگ سیگار درست میکنه و شروع میکنه به کشیدن سیگار. هم بگن که بی توجهی به مسئله فرهنگی میتونه خسارت های بزرگی وارد بکنه. حرکت! من ایرش فیصل هستم، بازیگر لپشتم پروز میکنم. من سنسرا هستم، کارگران فیلم The Mystery هستم. سوران ابراهیم هستم، بازیگر فیلم لاکپورتا، کارگردان فیلم کوتاه. نهی بهمدی هستم، کارم در اصل رشته فیلم برداریه و در چند تا از فیلم های سینمایی بلند کردستان عراق کار کردم. 3 تا کار با آقای قبادی انجام دادم. نه این طولانیه. من نهی بهمدی هستم، بازیگر، فیلم بردار و کارگردانم. آرچی فری هستم، بازیگر هستم. ولی چطوری که اینا با بازیگری همشون شروع کردن؟ همه تو فیلم هایی جمعیدن و حالا میخوان فیلمساز بشن. چرا؟ تو نمیده تو سال چرا نمیخوای بازیگری به دامه بریم؟ ببین تو کشور ما میخوای بلنشیم گپ بزنیم ها؟ اگه بخوای مثلا تو کار ببخشی صدا میاد آخه این صدا زد میشه کامل برآورد 10 سال قبل که ما اون موقع با سران اینا بازیگری میکردیم، مثلا من خودم چند مورد پیش اومده که بچه های کل همینجا منو مسخره کردن به خاطر همین که مثلا تو فیلم بهمن قبادی بازی کردن. مثلا چی گفتن؟ از هاز حرفای بعد مثلا بهم میگفتن مثلا یه قاتل، تو هم قاتلی بودی که مثلا به جای قاتل تو رفتی کول بودی. من میخوام یه کاری کنم زحمت بکشم، حالا کارگردانی زحمتش بیشتره از بازیگری. سرون قبل از این پروژه مشترک یک فیلم کوتاه ساخته است به نام گردو. اول فیلم من بود که شورت فیلم بود. سهند 16 ساله نیست ساخته یک فیلم کوتاه را تجربه کرده است. یاری نگم که خوشم. خب این نصف قضیه است. بقیه قضیه اینه که باید تهیه کننده داشته باشین، بودجه داشته باشین. حکومت اقلیم کردستان در تهیه فیلم های کارگردانان کرد ایرانی کمک آفرین بوده است. اما این جوانان کرد میگویند آنان منتظر چنین کمک هایی نخواهند نشست. چند تا نفر جمع شدیم، میخواییم یک گروه درست کنیم خودمون برسیم با اون جایی که ما میخواییم. دنبال اینم که دفتر فیلم سازیمو اینجا مستقر کنم، یه پست پروداکشن میخوام را بندازم که الان دنبال کار زیربناییش هستم که دقیقا بکنم 1 سال و 2 سال طول خواهد کشیم. ولی فیلم خودت چی؟ کی میخوایی فیلم های خود دو بسازم؟ همین مشکل اینه که الان بخوام فیلم بسازم برها من با 6-7 ماه از این جریان دور بشم. الان تو آرامشم سعی میکنم فیلمامو بیارم اینجا برای پروژه بعدیم، احتمالا بیرون از اینجا باشه، برای از این بچه ها دور میشم، ولی پروژه بعدیم برای بعد اینجا اداری به نام اداره سانسور وجود نداره و این بچه ها درست حرکت میکنن، چون سالمترین بچه های فکر کنم تو دنیا میشه توی منطقه پیدا کرد، توی ایران میشه پیدا کرد. ایران نیازی به سانسور چی نداره، ایران نیازی به اداره سانسور نداره.
میدونی مشکل جامعه ما اینه یه عده میان عده آدم یه عده آدم سالم رو میخوان سانسور بکنن. دیگه خود اون آدم هایی که این کار دارن که اونا اتفاق نیاز دارن به سانسور شدن. میدونی مشکل مثل مسئله من نمیخوام مسئله سیاسی کنم بذار ازش نوشید. تازه ترین فیلم بهمن قبادی کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد با وجود همه موفقیت های بین المللیش هنوز در ایران اجازه نمایش ندارد. نازی بگلری صدای آمریکا اربیل از انی چی؟